بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف هشتم امیدوارم که جانتان جور و سهدمند باشید شاگرده عزیز به مضمون شیرین ریاضی بسیار خوش آمدین خب شاگردای عزیز و گرامی مضمون ریاضی را ما و شما با هم دیگه میخوانیم درست است فصل چندم هستیم فصل هفتم افاده های الجبری و درس چندم میشه امروز درس سوم ما و شما میشه خب اما چه عنوانی رو ما و شما امروز باید با همدیگه دیگه بخوانیم امروز ما و شما چه میخوانیم ساده کردن افاده های الجبری اگر به ما و شما یک افاده الجبری داده باشه گفته اختصار کنید یا ساده کنید صحیح پس ما میتونیم اختصار کنیم اما چه رقم اختصار میکنیم اگر یادتون باشه درس گذشته ما و شما افاده الجبری رو تعریف کردیم گفتیم چی است افاده هایی که گفتیم از چی از ترکیب عملی هایی مثل جمع ضرب تقسیم تفریق توان جذر درست است دیگه چی در یه اعداد در متحول یک متحول دو متحول چند متحول فرق نمی کنه متحول همون چی بود اما با حروف انگلیسی نشان میدادیم صحیح با ما میگه افاده الجبری و گفتیم که ما و شما دسته بندی کردیم گفتیم افاده الجبری را به سه دسته کلی تقسیم میکنیم اول چی بود پولینوم ها یا چند حده ها بعد افاده الجبری ناطق و غیر ناطق گفتیم که در سم... ما و شما در هشت که ما و شما فقط چند حده ها رو کار داریم ناطق و غیر ناطق کار نداریم اما چند حده ها گفتیم خودش یک حده میشه دو حده میشه سه حده و چه لای تناهی میتونه باشه پس امروز ما و شما یک حده ها رو اول تعریف میکنیم که به چه شکل است و بعد از او میایم چی میکنیم یک حده های مشابه رو تعریف میکنیم چون ما و شما اگر بخوایم فدای الجبری یا عمو چند حدها ها را اختصار کنیم باید یک حدهای های مشابه را بشناسیم و یک حدهای های مشابه را میتونیم با هم اختصار کنیم مشابه یا بعضی از کتاب ها متشابه هم برش گفته میشه صحیح کتاب ما و شما یک حدهای های مشابه گفته پس قبلی که بریم سر تخته درس شروع کنیم شاگرد عزیز قرار بود که شما کارخانگی درس گذشته با ما روان کنید از طریق چی از طریق واتس اپ پس عزیز و گرامی میریم سر تخته درس شروع میکنیم شاگرد عزیز همراه ما باشید خب شاگرد عزیز پس درس امروز ما و شما چی است اختصار کردن یا ساده کردن افاده های الجبری خب اگر یادتان باشد شاگرد عزیز دقت کنید ما گفتیم که افاده الجبری به سه دسته کلی تقسیم می شد یک چی بود؟ پولینوم ها یا همون چی گفتیم؟ چند حده دو ناطق و سه چی بود؟ غیر ناطق خب شاگرد عزیز پولینوم ها خودش چی بود؟ یا همون چند حده ها گفتیم یک حده دو حده حدا و به اون شکل نقطه حده پنج حده تا لای تناهی خب آل یک حده رو ما شما باید بشناسیم پس یک حده رو ما تعریف میکنم چی است؟ یک حده رو که فهمیدیم باز میتونیم یک حده های مشابه رو بشناسیم وقتی رو تانیسیم بشناسیم باز میتونیم اختصار کنیم درس امروز ما شما چی است؟ اختصار کردن یا ساده کردن افاده های الجبری خب شاگرد عزیز پس یک حده دقت کنید یک میگیم یک حده به تعریف میکنیم ما شما یک حد از ضرب یک عدد حقیقی یک عدد دیگه عدد ریل نمبر 5 عدد حقیقی رو خب ما شما میفهمیم که چی است اعداد چی است هر که ما شما یاد بگیریم اعداد طبیعی اعداد مکمل اعداد تام یاد گرفتیم دیگه نه حال اعداد نسبتی رو هم خواندیم 5 دیگه باز ما یک اعداد داریم به اسم اعداد چی اعداد غیر ناطق یا غیر نسبتی که اون رو میخوانیم باز دستنفای بد میخوانیم و کلی اعداد میگم اعداد حقیقی پس ما میگیم از ضرب یک عدد هر عددی باشه فرقی نمیکنه پس یک حد هم میگیم که از ضرب یک عدد حقیقی نوشتن میکنم چرا چون چقدر عزیز چون ما اعداد مختلط هم داریم اعداد مختلط داریم که او حقیقی نیست ما وار کار نداریم وار که باز بخیر دستین فای دیگه میخوایم در فای 11 و 12 میخوایم سیست پس ما فقط اعداد حقیقی کار داریم پس از ضرب یک عدد حقیقی یک عدد حقیقی و در چی؟ از ضرب در حقیقی در یک یا در یک یا دقت کنید شاگرد عزیز چند متحول متحول گفتیم با چی نشان میدیم با حروف انگلیسی دیگه صحیح پس یک حد در. از ضرب یک عدد حقیقی در یک یا چند متحول با توانهای مکمل توانهای مکمل تشکیل می شاگرد عزیز اعداد مکمل کدام ها بود یادتان است اعداد مکمل گفتیم چی است اعداد مکمل سفر یک دو سه چهار تا لای تناهی سه است به می گفتیم اعداد مکمل پس دقت کنید یک حده گفتیم از ضرب یعنی باید, باید بین چی باشد بین حروف و اعداد فقط ضرب باشد اگر جمع باشد منف باشد دیگه وا چی است وا یک حده نیستند پس از ضرب یک عدد پس یک قسمت اعداد داره که یک عدد است حالی عدد چه میتونه باشه عدد ما و شما جزری میتونه کسری میتونه فرق نمیکنه چی باشه صحیح؟ مثبت منفی میتونه باشه در یک یا چند متحول دقت کنید میتونه یک تا متحول داشته باشد میتونه چند تا متحول داشته باشد فقط بینش باید چی باشد ضرب باشد و گفتیم بین دو متحول هیچ نوشته نکنیم ضرب است دیگه خوب میفهمید خب کالج دیگه چی گفته؟ گفته توانهای متحولای ما و شما باید مکمل باشد یعنی توان اکس و وای و زید و ای و بیوی متحولای ما و شما توانهایش باید مکمل یا صفر باشد یا یک یا دو یا سه یا چار پس اشاره دار توان نمیتونه باشد توان منفی شده نمیتونه دقت کنید توان متحول ماشوم منفی نباید باشد چون گفتم مکمل مکمل منفی نیست صفر یک دو سه چه لای تنهایی سیست توان نسبتی شده نمیتونه سیست یک بر دو توان نمیتونه باشه پس به با این شکل میگیم چی میشه یک حد تشکیل میشه پس دقت کنید یک تا ضرب بسیار مهم است باید بنج ضرب باشد اگر عدد حقیقی خوب میفهمیم یک عدد, میفهم. عدد باشه عدد فرق نمیکنه هر عدد باشه فقط عدد مختلط نباشه که مختلط رو نخونیم میخونیم پس فعلا عددی که ما کلش فیست در یک یا چند متحول یک یا چند متحول باشد توانهای چی باشد؟ توانهای مکمل یعنی چند نکته رو باید ما و شما دقت کنیم به عنوان مثال من مثال چی در اینجا کار میکنم دقت کنیم شکر عزیز یک حد ده. مثال دو x یا منفی دو x بین منفی دو و x چی هست؟ علامه نوشته نشده علامه ضرب است پس این ضرب است پس ضرب شده یک عدد حقیقی عدد ما و شما منفی دو است خب عدد ما و شما منفیز مشکل نیست در یک یا چند متحول حال ما و شما یک تا متحول داریم خب x توان نداشته باشه توان چند است بگین خودتان آفرین یا گفتن یک درست چون ما میفهمیم هر عدد یا هر متحولی که توان نداشته باشه توان از رو میتونیم یک بانیم توان از چی است یک است درست؟ خب با توان های مکمل خود عدد مکمل یک شامل میشه دیگه صفر یک دو سه تا لایتنایی پس تمامی شرایط دارد پس چی میشه یک حد میشه پس یک حد منفی دو x سیست شکرده عزیز یک تا مثال دیگه کار کنیم در اینجا به عنوان مثال 5 x مربع وای مکب این یک حد است. چک میکنیم از ضرب بین یا ضرب است هیچ علامه نیست ضرب است بله یک عدد حقیقی قسمت عددش است 5 است 5 علامه است مثبت است خب 5 یک عدد است در یک یا چند متحول دو متحول داریم سایز دو متعدد توان های متعدد ما و شما باید مکمل باشد توان ایکس ما و شما دو است توان وای ما و شما سه است پس یک حده میشه پس یا یک حد است یک حد است خب یک مثال کار کنیم که یک حد نباشه شاگرد عزیز به عنوان مثال دقت کنید سه ای منفی دو بی یک حد گفتیم از ضرب به با یا باید ضرب باشد چی است منفی است سایز پس یک حده نیست شاگرد عزیز پس چی است یک حده نیست چرا چون شاگرد عزیز این دو حد است خود سه یک حد است منفی دو بی یک حد دیگه میشه پس دو حد است در دو حد شامل میشه یک حد نیست دو حد است صحیح پس حال دو حد رو باز ما بر تشریح میکنیم اول یک حد رو بفهمیم باز دو حد رو تشریح میکنیم خب دو حد کی میشه میگیم از کنار هم قرار گرفتن دو تا یک حد غیر متشابه حال پس ما متشابه رو بفهمیم پس فعلا کار نداریم چی است این یک حد نیست خب شاگرد عزیز با مثال دقت کنید یک تا مثال دیگه هم کار کنم یک حد نباشد مثال دیگه در اینجا نوشته میکنم من با مثال ما شما داریم جزر سه ای به توان یک بر دو ای هم یک حد نیست چرا؟ چون ضرب هست بله بینش ضرب است مشکل ندارد عدد حقیقی جزری جذری عدد جذری هم حقیقی است مشکل ندارد دی یک متحول یا چند متحول باز یک متحول داریم فقط توان متحول موشما با شما چی باشد مکمل باشد صفر یک دو سه چا تا لای تنهایی ولی توان موشما کسری است یک بر دو پس با خاطر این هم یک حده حد نیست صحیح شد چاگرد عزیز پس ما یک حد دار را فامیدیم خب آلی یک حد که فهمیدیم ما تختر پاک میکنم یک حد های متشابه یا یک حد های مشابه میخوانیم وقتی یک حده های مشابه خواندیم باز میتونیم اختصار کنیم صحیف؟ پس من تخته رو پاک میکنم یک حده های مشابه تشریح میکنم چی است خب شاگرده عزیز و گرامی یک حده های مشابه یا متشابه پس بان من نوشته کنم یک حده های متشابه یا مشابه پس یک حددهای های مشابه در کتاب ما شما مشابه نوشته کرده حال متشابه بعضی کتاب ها میگه خب اگر دقت کنید یک حدایی که ما شما خواندیم یک قسمت عدد دارد و یک قسمت متحول دارد یا قسمت حروف فیست خب ما میگیم یک حدهای متشابه است یا مشابه است که دقت کنید دقیقاً عیناً قسمت های متحول مثل هم باشد یکی باشد حتی توانای از اون باید یکی باشه شاگرد عزیز تواناش هم اگه فرق کنه میگیم متشابه نیست پس میگیم یک حده هایی که نوشته میکنم یک حده هایی که قسمت متحول یا حروف حروف انگلیسی هم متحول بود دیگه نه قسمت حروف آنها یا متحول آنها اینن یا دقیقا مثل هم باشد دقیقا مثل هم باشد خب شاگرد عزیز مثال پس یک حدای مشابه میگیم یک حدهایی که بس قسمت عددش من کار ندارم عدد فرق کنه مشکل نیست فقط قسمت متحول یا حروف یک حدی که قسمت حروف آنها دقیقا دقت دقیق کنید وقتی میگه دقیقا یعنی حتی توانای از این باید شبیه هم باشد با نان مثال دقت کنید دو x و منفی 5x یار دو متشابه است یا یک عدد مشابه است میگیم بله چون قسمت متحول از چی است x است x به توان یک. قسمت از متحول از x به توان 1 است اعداد فرق کنه مشکلی نیست پس ای چی شد یک حده شد ها یک حده متشابه پس اینو من تیک میکنم مثال بعدی منفی 3x مربع y و 4 یا بگیم 5 و x y مربع یا یک هدای متشابه است بگیم نه خیر چرا شگر از دقت کنید خب خو اعداد خود کار نداریم. قسمت متحول متحول ما و شما چی است x مربع y این است x y مربع دقت کنید در اینجا x مربع است در اینجا وای مربع است تواناش فرق کرده پس یک دو هر یک عدد با هم متشابه نیستند صحیح پس چلیپا ماندم مثال بعدی 6 x مربع وای و منفی 2 y x مربع خب یا چیست شاگرد عزیز یا هم متشابه است دقت کنید شاگرد عزیز خب خو اعداد خود کار نداریم در اینجا x مربع y در اینجا y x مربع تبدیل شده توانا تبدیل نشده فقط جایش تبدیل شده خب بین یا چی علام است علامه ضرب است در ضرب ما میفهمیم خاصیت تبدیلی داریم 3 4 چند میشه 12 4 3 چند میشه او هم 12 میشه پس x مربع Y یا y x مربع فرق نمی کنه توانا تبدیل نشده فقط جایشون تبدیل شده پس یا متشابه هست دقت کنید شاگرد عزیز قسمت متحول از چی است x مربع و ای هم x مربع و میتونی ای میتونیم پشت سر نوشته کنیم پس جایشان تبدیل شده اشکال نداره فقط توانا باید تبدیل نشه درست است شاگرد عزیز مثال بعدی CX و x مربع خب قسمت اعداد گفتیم کار نداریم عدد از یکی سه است خب یک عدد نداره چند است شاگرد عزیز این عدد نداشته باشد عدد پشت سرش یک است به این اعداد میگیم ضریب شاگرد عزیز رو بفهمینا به عددی که در, در یک حد است به اون میگیم ضریب یک حد است هست همون عددی که در یک در متعول ما شما ضرب شده اون را ضریب هم گفته میشه پس ضریب 3 ایکس میشه 3 ضریب ایکس مربع عدد نداره یک تا یک پشت سرش هست پس یک ایکس مربع بوده هست پس شد پس ضریب از یک حال خود خب اعداد ماش کار نداره متحول ها قسمت حروف از یک x به توان یک از یک ایکس به توان دو متشابه است میگیم نه خیر چون توانایش هم گفتیم باید دقیقا عین هم باشد پس اینا ما چلیپا میمانم صحیح شد چگر عزیز پس یک حدای متشابه رو فهمیدیم یک حدهایی که عینا یا دقیقا قسمت متحول یا حروف آنها مثل هم باشد حتی توانایش حالا اگه جایش تبدیل شود نداره چون در ضرب ما فهمیم خاصیت تبدیلی ما شما داریم درست است خب شاگرد عزیز دقت کنید دو و شش یا چی یا یک ادای متشابه است؟ دقت کنید قسمت حروف از ای است یک قسمت حروف هیچ نداره پس یا متحاینا یک مشابه نیستند چون گفتیم باید دقیقا شبیه هم باشد پس یه هم چلیپا میمانم پس دو و شش پس یه هم چی از شاگرد عزیز؟ این دو تا یک حده غیر متشابه است خب شاگرد عزیز پس یک حد های متشابه یا مشابه که یک حد هایی که قسمت حروف آنها عینا شبیه هم باشد صحیح خب شاگرد عزیز حالا من تختر پاک میکنم درس درسی که ما و شما چی است اختصار کردن یا ساده کردن عبارت های جبری را یا افاده های جبری را میخانه. پس من تختار پاک میکنم خب شاگرده عزیز و گرامی پس اختصار کردن یا ساده کردن افاده های الجبری یا عمود چند حدایی حد که ما و شما میخواد. پس با نوشته کنم اختصار کردن یا ساده کردن ساده کردن عبار... افاده الجبری یا عبارت جبری یا همون چند حد داسه ساده کردن افاده الجبری درس ما و شما نامش ای است افاده های الجبری خب ما شما گفتیم یک حده های متشابه یا مشابه خواندیم عالی شاگرده از دقت کنید یک حدهای مشابه را میشه با همدیگه اختصار کرد اما اگر مشابه نباشد اختصار کرده نمیتونیم دقت کنید من یک یادتون میارم در صنف اول دوم مکتب خوانده بودین سیست؟ به عنوان مثال دقت کنید دو تا سیب جمع سه تا سیب چی میشه شاگرد عزیز دو سیب جمع سه سی سیب بگین آفرین پنج تا سیب پس جوابش میشه پنج سیب سیس خب به عنوان مثال سه تا سیب جمع دو تا مالته با مثال سه تا جمع دو تا مالتا چی میشه جواب میگیم یا جمع شدن نمیتونه چرا چون هم جنس نیستن این سه بس مالتا است است پس جواب جوابش نوشته میکنیم جمع نمیشه خودش نوشته میکنیم میشه سه تا جمع دو تا پس یا سلام میگیم که جمع نمیشود چرا جمع نمیشه چون هم جنس نیست پس خودش نوشتن میکنیم سه است خب حال در افاده الجبر به این شکل است یک حد یک حد مشابه باشد اردوش سه باشد ما با میتونیم جمع بسازیم با نان مثال دقت کنید دو تا ایکس جمع سه تا x چه میشه اردوش سه است. دو دو تا سه جمع سه تا سه پس میشه 5 تا x میشه آفرین پس میشه 5 x سیس فرمی چرا خم شد دیگه نه اگر داشته باشیم شاگرد عزیز سه تا x جمع دو تا مالتا با نام وای سه تا سه جمع دو تا مالتا سه تا x جمع دو تا وای یا هم دیگه جمع شده نمیشه چرا چون متشابه نیست هم جنس صحیح پس یک حد هایی رو ما میتونیم اختصار کنیم که چی باشد متشابه باشد پس شاگردان از دقت کنید بینگ این جمع نمیشود یا بینگ اختصار نمیشود صحیح است جمع نمیشود چون متشابه نیستند باید حتما چی باشد متشابه یا مشابه باشد شاگرد عزیز دقت کنید یک نکته بسیار مهم است دو ایکس جمع سه ایکس این یک تا از حدای مشابه نوشته یک از متحول مشابه رو نوشته می کنیم عالی اعدادش با هم جمع می سازیم مثال بعدی دقت کنید منفی 7 ای جمع چهار A. یا جمع کده میتونیم؟ بله چون مشابه هستن این منفی هست. ای است یا می هست خب چی میشه جوابش؟ یک تا از A ها رو نویشته هم میکنیم شاگرد عزیز عالی اعدادش با توجه به علامه منفی هفت با مثبت چهار هم علامه نیستند پس از هم دیگه کم میشه چهار هفته کم بسازید میشه سه علامه عددی بزرگتر پس منفی سه ای سهیش شاگرد عزیز؟ پس ما و شما دقت کنید ما اگر بخوایم اختصار کنیم باید یک حد دا حتما چی باشد؟ مشابه باشد مثال دیگه منفی دوازده x مربع y جمع x مربع y یارا اختصار کردن میتونیم شاگرد عزیز آفرین بله میتونیم چون این x مربع y هم x مربع y است پس شاگرد عزیز دقت کنید چی شد یا هر دو متشابه است پس اختصار کردن میتونیم خب گفتیم ها رو باید اختصار کنیم با هم دیگه منفی 12 یک عدد نداره عدد چند است آفرین او که گفتن عدد چند است عدد یک است گفتیم هر یک حد که عدد نداشته باشد عدد از او یک است پس میشه چی یک تا از اکس مربع وای من نوشته میکنم از حدای مشابهه و حال منفی دوازده با مثبت یک هم علامه نیستن از همدیگه کم میشه پس میشه چند یازده علامه عدد بزرگتر پس شد منفی یازده منفی یازده ایکس مربع وای پس شاگرد عزیز بسیار مهم است سوال دیگر کار کنید دقت کنید این سوال بسیار سوال آسان و بسیار مهم است که این خیلی میشه از شاگردها غلط از شون فکر باشه از پیش شما غلط نشه x جمع x یاردو متشابه است باید ببینیم بله متشابه است چرا چون قسمت عدد که عدد نداره عددش یک است هم عددش یک است خب قسمت متاولشون عینا شبیه هم است بله اردوش یکس است پس متشابه است پسیره جوابش بکشیم یک تا از های متشابه رو نوشتن یک تا از x رو نوشتن می‌کنیم آلی یک جمع یک چی میشه اردوش مثبت است پس میشه 2x پس x جمع x چی میشه دو x میشه شاگرد عزیز فیکستون دا. خیلی ایره نوشتن کنه x مربع او غلط است او در ضرب است که درس بعدی ما شماست صحیح پس فعلا ما شما x جمع x چی میشه دو x میشه یک تا از یک میکنیم اعداد با هم دیگه چون اردوش مثبت است جمع میسازیم خب شاگرد عزیز پس ساده کردن افاده الجبری یا یک حد ها رو فهمیدیم من تختر پاک میکنم عالی اگر ما شما چی چند تا داشته چند مثال دیگه کار میکنیم مثالی که کمی طولانی تر باشد کمی سختتر باشد باشد ازم کار کنیم سیست پس من تختر رو پاک میکنم خب شاگرد عزیز مثال مثال با ما شما گفته پس مثال دقت کنید افاده الجبری مقابل را اختصار کنید یا ساده بسازید با عنوان مثال دقت کنید دو این جمع پنج ام منفی سه این مثبت دو این منفی یک به شک ما شما متا یک افاده الجبری گفته ای اختصار کنید خب ما باید چی کنیم گفتیم افاده هایی که با هم متشابهت هست ساده میشه یک حدایی که متشابه است پس میریم چک میکنیم دو ان با پنج متشابه است میگیم ده این قسمت متحول از این است از این ام است پس این یعنی دو ان با این منفی سی باید بتون اختصار کنیم پس زیر از یک تا خط میکشم یعنی یا باید با هم اختصار شود و مثبت این مثبت عزیز است دیگه مثبت 5 ام شاگرد عزیز این با کدام دو خط زیرش میکشیم با سایست و خو نیست. این فقط دقت نشه که عزیز. اینی هم این هست. بس اینی هم با چی اختصار میشه؟ با ای اینا. بس این پس پنج این پنجه خودش تناس و این عدد منفی هم خودش تناس. سیست است؟ پس ما میتونیم چه کنیم؟ شاید اینی دو خط پاک کنیم که با هم اختصار نشه پس دو ان با منفی سه ان با مثبت این چی است ارسهش ارسه است یک مت... یک مشابه است. و پنجم میمانه و منفی هم که ما نمیشه چون متشابه نیستند پس من به شک میشه جوابش جوابش اگه بکشم مساوی است با یعنی دو ان یعنی منفی سه این دو این. یک تا از اینا رو میکنم دو مثبت با دو مثبت جوابش میشه چند چقدر عزیز چهار مثبت آفرین یک تا هم منفی هم داریم چهار مثبت با سه منفی هم هم کم میشه عدد بزرگتر پس میشه چی مثبت یک پس شد مثبت یک ان خب دیگه هم که نوشتم میکنم چون دیگه اختصار نمیشه میشه مثبت 5 ام و منفی یک یا که اختصار شده دیگه نمیتونه چرا چون اینا متشابه نیستن سوال بعدی دو جمع سه وای منفی پنج x مثبت وای مثبت هفت خب شاگرد عزیز باید بریم چک کنیم که کدام با هم متشابه است پس اینی دو x ما و شما با منفی پنج x متشابه است و اینی مثبت سه وای ما و شما با مثبت یک وای متشابه است و افتم که آخر خودش تناسته خب آل دو با منفی پنج x یک تا از ایکس هاش میکنیم دوی مثبت با پنج منفی هم علامه نیستن پس هم علامه نباشن چی میشه؟ از هم کم میشه دو با منفی پنج میشه سه علامه عدد بزرگتر منفی و چی است؟ حالا عدد دیگه شاگرد عزیز سه مثبت سه با مثبت عدد چند است شاگردیز عدد ندر عدد عددش عدد یک است مثبت سه وای با مثبت یک وای یک تا از وای ار نوشته میکنیم الی سه مثبت با یک مثبت چهار مثبت پس مثبت چهار وای سیست و در آخرم ونو عدد آخر مثبت هفت تنها سه او ر م مثبت هفت سیست شاگرد عزیز یک تا مثال هم کار کنیم اکس مربع وای جمع سه اکس منفمنفی x مربع یا بگیم به شکل منفی x است منفی x مثبت 5 x مربع y خب شاگرد عزیز این رو باید چیکار کنیم اختصار کنیم یا ساده بسازیم خب چک میکنیم دقت کنید x مربع y با x متشابه نیست ها شاگرد عزیز چون x مربع هست y است با 5x مربع y متشابه است و یعنی 3x ما و شما با یعنی منفی x متشابه است صحیح خب یعنی الان عدد پشت نداره عدد چند است عددش 1 است خوب این 6 این 5 است حمله افتن یک مثبت با 5 مثبت حمله میشه میشه 6 پس میشه مثبت 6 x مربع و یک تا از قسمت های متشابه نوشتن می کنیم اعدادش رو با هم جمع می سازیم و در آخری این دو تا هم چی میشه یک تا x اش نوشتن می کنیم اینی سه مثبت است اینی که الله عدد نداره عدد چند است عدد یک است شاگرد عزیز پس سه مثبت با یک منفی هم علامه نیستن از هم دیگه چی میشه کم میشه میشه جواب چند میشه میشه دو علامه عدد بزرگتر پس میشه مثبت دو پس مثبت دو یا هم که با هم دیگه اختصار شده نمیتانه چرا شاگرد عزیز چون هر دو متشابه نیستن خب شاگرد عزیز و گرامی پس ما اختصار کردن یا ساده کردن افاده الجبری را فهمیدیم گفتیم باید یک حدای متشابه رو مشخص کنیم و اوها رو با هم دیگه میتونیم اختصار کنیم یا ساده بسازیم خب شاگرد عزیز و گرامی پس ساده کردن یا اختصار کردن افاده الجبری را فهمیدیم پس من اینم تیک مارک میکنم و کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 164 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبر شما 20964 780 255 40 13 درست است شاگرد عزیز شاگرد عزیز و گرامی پایان درس سوم از فصل هفتم شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا